بزن بریم با هم یه جلسه عالی رو انجام بدیم. بزن بریم. خب بچه سلام، ما امروز میخوایم با هم دیگه یه تمرین داشته باشیم واسه پاهامون، پای قوی تر، که با این پاها بتونیم قدم‌های محکم‌تر و قوی‌تری رو توی زندگیمون برداریم. امروز تمرینی که داریم با اتکا بر این قدرته و یک جورایی ما روی این عضلات که کار میکنیم توی ذهنمون، توی درونمون هم روی قوی‌تر بودنمون تاکید میکنیم. اینکه روحیه قوی‌تری داشته باشیم، اینکه بتونیم از سدهایی که جلومون هست بتونیم عبور کنیم و بتونیم به مقصدمون و خیلی جاهای بهتر برسیم. خب امروز وسایلی که ما احتیاج داریم دمبلامونه. من یه جفت دمبل آوردم که برای وزنه‌های برای تمرینی که میخوام انجام بدم برام مناسب هست. دمبلی که استفاده میکنیم کلا واسه پایین تن، معمولا چون زور ما بیشتر هست پایین تنمون قوی تر هستش، وزنه ها یه مقدار سنگین تره. اما اگر با وزنه و کار کردن با وزنه ها آشنایی نداری، عیبی نداره، نمیخواد از الان سنگین بری، میتونی یه مقدار سبک تر بری و تو این تمرین باهاش آشنا بشی و دفعه بعد که انجام میدی یواش یواش میتونی وزنتو ببری بالا. بوچه آب من پر هست، من یه حوله گذاشتم اینجا، تو اصلا بهش احتیاج نداری. من واسه اینکه بذارم روی شلوارم و شلوار من کثیف نشه، چون دمبلای من رنگ میده، شلوارم بس واسه اونه. یوگا مت هم روی زمین، کفشت هم لطفاً پات باشه، کفش من پام برات هم لطفاً پات باشه. با هم دیگه میریم از گرم کردن شروع بکنیم. خب اول از چرخش شونه به سمت عقب شروع میکنیم. شاید برات سوال باشه بگی بابا ما که داریم این پایین تنه کار بکنیم، چی داریم بالا تنه رو گرم میکنیم؟ برای اینکه بابا جان ما وزن اصلا داریم تو بدنمون، تو دهن دستمون نگه میداریم، تو بدنمون دستمون نگه میداریم. سمت جلو دست رو باز کن، سمت عقب، حالا دیگه سمت حالا به چرخون لگن رو ببین، قشن میخوام لگن رو بده یه جلو بیا و برعکسش رو به چرخونه پایین. اون یکی سمت عالی. حالا پاها باز میرم پایین، اون یکی سمت اینجا نگه دار، بریم اون یکی سم نگه دار، بیا پای اینجا و آروم بیا بالا. خب حالا پاهای مقدار به سمت بیرون باز میریم توی یه حالت سومو سکوات، زانوی من به سمت داخل بیاد، اینجا میرم پایین، دارم با لگن سعی میکنم برم پایین. مهم نیست من جب و کمر میافتم، مهم اینه که چقدر لگن هم داره میاد سمت زمین. اینجوری داخل رون بیرون رون داره گرم میشه، من دارم دستم میبرم که اصلا حواسم برسه همین گرم کردن زانوی من سمت داخل نچرخه، قرار نیست سمت داخل بچرخه. خب باریکله، حالا پای یکم باز میرم این سمت این سمت، دوباره ببین اینجوری خم نمیشم این بریا، اینجوری نیستم، با لگم میام پایین، با لگم میام پایین، دوباره اینجا بریم پایین، اینجا بالا پایین، دوباره از زمین
میرم سمت عقب، جلو، عقب، جلو. به این موقع میرم جلو، کمرم رو گود نمیدم واسه جلو رفتن، به جاش دارم از این قسمت حس میکنم که داره کشیده میشه. واسه اونم اول لگن رو میچرخونم بعد میرم جلو. دیدی؟ ببین به جای این من اول لگن یه چرخش میدم، گلوتم فعال، میرم جلو. حالا پا رو عوض کن. اول میریم توی رانرز لانج، بالا پایین. ببین من قشنگ اصلا میذارم اینجا واسه اینکه بیام پایین، خوب بیام پایین. اوف، زانو رو بذار زمین، عقب، جلو، اینجا نگه دار. اوه چه عالی. خیلی خوب، چهار دست و پا میشیم اول اینجا. حالا میریم بالا، پایین، بالا، پایین، قشنگ میرم بالا، گرد میشم، میام پایین، دنبال چهار میرم بالا. عالی. خب پاشو بریم سر تمرین همون. خب واسه تمرین اول من یه دنبلم برمیدارم. خب حالا برای تمرین میخوام چیکار بکنم؟ من دو تا حرکت رو گذاشتم پای سر هم، از قصدم این کار رو کردم چون دو حرکت اسما شبیه همه، حتی احتمال داره که به نظر بیاد یکی هم ولی یکی نیستن. واسه اینم گذاشتم کنار هم که بتونید تفاوتش رو متوجه بشه که فرقش چیه. خب حرکت اول سومو ددلیفت. توی ددلیفت کلن موقعی که ما راجع به ددلیفت صحبت میکنیم هدف ما چیه؟ توی ددلیفت ما موقعی که میخوایم هر حرکتی رو انجام بدیم که توی کاتگوری تو دسته ددلیفت هست، یعنی من از لگن خم میشم، حرکت هینجه. خب حرکت هینج یعنی لولایی، من از کمر خم میشم. بنابراین اینو میخوام حواسه باشه. این به این معنی نیستش که من پام باید زانوهام صاف و بلاک باشه این شکلی برم عقب، قرار نیست اون اتفاق بیفته. برای زانوها یه ذره فلکس، یه ذره رهاست و من میرم عقب. اینجوری نیست. اونو که بری دیگه میشه میره تو کاتگوری سکوات، ولی اینجوری هم خب زانوها هم یه مقدار خم میشه برای اینکه بتونم راحت‌تر برم پایین. توی سومو سکوات اتفاقی که میفته چیه؟ توی سومو موقع ما سر راجع به سومو حرف میزنیم، یعنی پنجه پای من میره سمت بیرون، پاهم یه مقدار باسره. اگه حالت عادی توی ددلیفت من پاهم این شکلی بود، بنز عرض لگن باز بود، الان دو برابر عرض لگن باز میشه و رو به بیرونه. خب بعد میام حرکت انجام بدم. خب یک عدد دمبل برمیدارم. من دمبل رو میتونم این شکلی نگه دارم، اگه نمیتونم این شکلی هم نگه دارم هیچ فرق نمیکنه. حالا این بری میگیرمش، شونه ها اول از گوش دور و میره عقب. حالا پاهام همون حالتی بهت گفتم، بنزه دو برابر عرض لگن باز، پنجه ها رو به بیرون، من با لگن میرم سمت عقب، از لگن خم میشم، کمرم هم صافه، میام پایین. اینجا قرنی زانو من بیشتر از این خم بشه، اگه از این بخوام پایین تر بیام باز زانو رو خم بکنم، خب این دیگه حساب نیست، دیگه سومو ددلیفت برای من نیست. میام بالا، بیا بالا. حالا دنبل من تو چه؟ ببین دارم میشمرم، این یک بود. دنبل من تو چه ناحیه داره بالا و پای میره؟ دقیقا اگه بخوام یه خط از پاشنه پا به پاشنه پا رسم بکنم، روی اون خط داره میره بالا میاد پایین، اصلا از اون جلوتر نمیره، اینجا نمیره. خب بیا دوم میشه، بیا بالا، پشت رون و باسه، بیا پایین، بیا بالا، سه، دوباره کمر من صافه، نفس بیرون، میام بالا، چهار، قشنگ با تمرکز، بیا بالا، پنج، بیا بالا، شش، دوباره بیا بالا، هفت، قشنگ قشنگ بیا بالا، هشت، تا جای برو پایین که کمرتو هنوز صاف میتونی نگه داری. نه، قرار نیست کمر رو گرد کنیم واسه پایین رفتن.
بیا بالا. ده. دمبل رو بذار زمین با کمر صاف، یه مقدار آب. میریم سراغ تمرین بعدی. خب 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 خب، حالا برای تمرین بعد، این تمرین سومو سکوات. حالا تمرین قبل ما سومو ددلیفت بود، این که سومو سکواته. حالا این چه شکلی انجام میشه؟ توی این دوباره پا بنز دو برابر عرضشون است، پنجه پا رو به بیرونه، حدود 45 درجه بیرون باز میشه. و حالا اینجا من قرار نیستش فقط لگن خم بشم، قراره با باسم برم سمت زمین. یعنی هم زانوی من داره خم میشه، یعنی از زانو خم میشم میرم پایین، ولی به من نیستش که میرم رو پنجه پا، رو پنجه قرار نیست بریم، میری از اینجا پایین. حالا موقعی که من میرم پایین با حواسم باشه زانوم نمیاد سمت داخل، فقط چون الان از اینجا به نظر میاد سمت بیرونه، مطرح نیست که این سمت بیرونه، این زانوی من باید به نسبت پنجه پام به بیرون باشه. دیدی؟ این نیست. باز این قسمت مهمه این حرکت، و معمولا افراد اینجاست که اشتباه میکنن و تمرین اینجا اشتباه انجامش میدن. بنابراین بذار من 45 درجه به زاویه بدم که خوب. اولا که دنبال میارم از اینجا، اگه هم بخوام اصلا این وری نگهش میدارم که هی حواسم به زمین خوردن این نباشه، قرار نیستشون برسه زمین، قراره لگن من بره زمین. اوکی؟ بره سمت زمین، نمیرسم زمین ها، یعنی از اونجا میخوام حساب کنین که چقدر من لگنم دارم میره پایین. بیا بریم پایین، زانو سمت بیرون باز شه، زانو سمت بیرون باز شه. اینجا ببین کمر من صافه، سینه رو به بالا است، بیا بالا. اوه یس. یک، بیا پایین، بیا بالا. دو، واسه بالا اومدن میرم پایین، قرار نیست باسم بره عقب بعد بیام بالا، قراره از پایین باسم و فشارم به سمت بالا. دو، این سه، بریم پایین، آروم شماره، بیا بالا. چهار، بیا پایین، دوباره. پنج، زانوت کجاست؟ نمیچرخه سمت داخل که، بیا بالا. شش، دوباره، بیا بالا. هفت، دوباره. هشت، بازم. نو، یکی دیگه، بیا. ده. خب دنبال یه لحظه بذاریم روی زمین. هم میخوام اینو توضیح بدم، ببین موقعی که توی حرکت میری پایین میخوای بیای بالا، اینو سعی کن فشار به سمت جلو، زانو به عقب، بیا بالا. اوکی؟ باریکل. خب میریم واسه یه تمرین بعدی. برای این تمرین من حولم بر میدارم چون که قراره وزنه رو بذارم روی لگن و نمیخوام که شعبم کسی بشه، چون نمیدونم اصلا چرا هرچم میشورمشون بازم این شعبه من سیاه میکنم، اصلا که هدف اینو همینه. بریم پایین. خب اینجا میریم روی زمین، دراز میگشیم، دنبل رو روی لگن قرار میدیم. خب نه روی شیگم، روی لگن. اگه اذیتت میکنه میخوای یه بالشی زیرش بذاری، میتونی این کار رو بکنی، هیچ مشکل نداره، یه کوسن، یه بالش، هر چیزی که به توی کمک، ولی روی شیکم دیگه نذار. اوکی؟ روی شیکم نذار. حالا پاها به اندازه عرض لگن باز. اگر کش مینی لوپ داری، از اینا که میزن دوره پا و زانو اینا، اگه از اونا داری و بندازی دوره به این قسمت بالای زانو، خیلی هم بهتر که یه مقدارم به سمت بیرون با زانو بخوای پوش کنی، خیلی هم عالی تر میشه. اگه نداریم هیچ عیبی نداره، مثل من ندارم الان. اینجا گودی کمر اول حذف میکنم به این شیوه، دیدی؟ گودی کمر حذف. خوب این دمبلمو نگه میدارم که نیفته پایین. اگه حرکت اولین بار انجام میدیستم بدون دمبل انجامش بدی، هیچ مشکلی هم نداره. بریم با هم دیگه، با لگن میرم بالا، نه با شکم. شکم ببین مینی توه، این شکم تو
این داره فشار میاره بالا. ببین اینه. آه قشنگ گلوت گلوت گلوت. بیار آروم پای. پای من خیلی جلو نیستا. دیدی دیگه. بیبریم. اول گودی کمر هست بیا بالا. این دو. گودی کمر هست. سه. با لگن. شکم فشار نمیدم بیرون. شکم بکش داخل. چهار. برو بالا. یه مکسمون بالا داریم. پنج. قشنگ میخوام هیپو به سمت بالا فشار بریم. بریم. شیش. هفت. هشت. نو. ده. عالی. بذاریم از زمین. بیا بالا. یه مقدار آب میخوریم. آماده میشیم واسه یه ست بعدی. اینو دو تا ست ازش انجام میدیم. چرا؟ چه خیلی تمرین خوبیه. آب. ببین این تمرین به قوی شدن گلوت، عضله هایی که توی قسمت باسن هستن، کمک میکنه خیلی زیاد. اون عضلات جزء بزرگترین عضلات بدنمون هست. اینی که میگم لطفا نه ترسن فکر کنی الان باسن بزرگ میشه چی میشه، نه اینو میخوام بهت بگم از لحاظ اندازه‌ای. خب مثلا سرشونه نگاه کن، سرشونه اینقده. خب اون بزرگتره و در نهایت قوی تر کردنش خیلی کمک به ما میکنه. دو تا مهمترینش رو میخوام بهت بگم. یکیش اینکه روی پاسچر اثر میذاره و اصلا پاسچر قسمت کمر و یه سری کمر دردها اینا واسش کمتر میشه موقعی که اون عضله قوی تره. فایده دیگه چیه؟ اینکه متابولیسم ما رو میبره بالا، چون که جزء عضلات بزرگتریه. هر چه عضله بزرگتر سایزی رو دارم میگم ها. حالا فکر نه حجمو ببین، رو حجم نرو. من میگم یه نری توی چیز به ترس بگن و با سر ما بزرگ میشن. نگران نباشه این حرکت الان با این اگه حجم گرفتی ها والا حجم گرفتن سیستمش فرق میکنه، نگرانش نباش. الان ما داریم قوی میکنیم عضلات، توی حجم گرفتن کارهای دیگه میکنیم. بیا اینجا اول گودی کمر هست. ما الان فعلا راجع به قوی شدن صحبت میکنیم. بریم بالا. یک. بیا بای دوباره. دو. سه. چهار. پنج. اون مکس بالا. گودی کمر هست میشه هر بار. هفت. شکم بده داخل. هشت. دنبل رو نگه تا یه موقع نخوره روت. بیا بالا. نه. یه مکس اون بالا. این آخرش به آخرش قشنگ بریم. ده. باریکلا. بیا بالا. بیا بالا ببینم. خب حالا دیگه نمیخوام میذارمش کنار ولی با تو کار دارم. خب بریم واسه حرکت بعدی. میتونیم بدون دمبل بریم. اگه دوست داری میتونی دمبل رو توی دستت نگه. من بدون دمبل میرم. تا میتونی بدون دمبل. برای حرکت بعد من میام کنار یوگا متم اول وای میستم. خب و حالا بهت نشون میدم الان بعد با هم انجامش میدیم. موقع میخوام حرکت رو شروع بکنم یه قدم برمیدارم به اون سم و میام پایین. خب اینجا حواسم به چیه؟ اولا که این شکل نمیام، کمر من قرار نیست خم بشه. من همچنان دارم روبرو نشون میدم، روبرو میام پایین. این پای من کامل بازه، این شکل نیست، پا کامل بازه ولی قفل نکردم. ببین هیچ وقت زانوت قرار نیست قفل کنی. اینجا میام پایین، این زانو میره سمت بیرون. دوباره میخوام اینو بهت بگم، میسنج اگه پنجه پات اینجوری گذاشتی، پات اینجوریه که این اصلا چه کاری، یه ذره ببندیش. اگه بتونی هر دور دو روبرو نگه داری عالیه، یه ذره به سمت بیرون باز بشی یه ذره. خب ولی همچنان با زانو رو بسنجی با پنجه پا که سمت پنجه پا، اگه پنجه پای من داره 20 درجه میچرخه، زانو من باید 20 و یه ذره بیشتر بچرخه. اوکی بنابراین میاد اینجا و بعد برمیگردم.
موقعی میام بالا برمیگردم، موقعی من بالا میخوام برگم اینجوری بر نمیگردم. قرار نیست از این پا کمک بگیرم، قراره از این سمت کمک بگیرم که بیام بیرون از حرکت. باشه قول. الان که نکاتشو میدونیم میخوام خوب انجام. ببین اصلا فرق تمرین کردن با تمرین کردن دقیقا سر اینه که تو بدونی نکات چیه و اونا رو بتونی اجرا بکنی. اوکی بریم. اینکه نکات چی هست من بهت میگم، اون که چقدر داری اجراش میکنی خودتو به مرور زمان توشون بهتر و بهتر میشی. اوکی بریم. بیا اینجا میرم پایین، عجلم ندارم، بیا بالا. یک، دوباره بیا پایین، دو، دوباره بیا پایین، سه، پنجه پات بلند نمیشه، بیا پایین، چهار، یکی دیگه، پنج، دوباره، شش، یکی دیگه، هفت. ببین پاتو نکوب زمین، آروم برو. اینها و هشت. سمت عوض میکنم این بر. اول رو به رو و بریم. یک، حواسم باید باشه میام پایین. دو، از این پا کمک نمیگیرم واسه بالا اومدن. دوباره. سه، هر چقدر که میتونی بیا پایین، قرار نیستش برسی تا پایین پایین. اوکی چهار، بینم حساب کنی چه با لگنم میام پایین. پنج، رو به رو هم. شیش، هفت، هشت. باریکالله. خیلی خوب، یکم آب و میریم واسه تمرین بعد. این تمرین سایدلانجو دفعه اول تا که با وزن بدن انجام دادی بی زحمت دفعه بعدی سعی کن یواش یواش وزن بهش اضافه بکنی، بگیری توی دست جلوی سینه و حرکت رو انجام بدی. اوکی واسه تمرین بعدی من هر دو دمبل رو برمیدارم. خب اینجا اول نکاتش رو بهت میگم و با هم بریم انجامش میدیم چون نکاتش مهمه. اول که پای من ببین ددلیفته، ددلیفت خواهی چی باشه؟ از لگن خم میشیم نه؟ اوکی. اول همه چون ددلیفته، سومو ددلیفت نیست، پاهای من بنزه عرض لگن هم بازه. خب اونجاست پای من رو به رو نشون میده، بنابراین این از زاویه رو به رو چه شکلیه. حالا از اینجا من از لگن میرم سمت عقب و اینجا زانوی من بالای پاشنه پام میمونه. اوکی اولا که دمبل از بالا میگه، از بالا شروع میکنم انجام دادن. زانوم بالای پاشنه پام همیشه میمونه، چه موقعی میام بالا اینجوری نمیره جلو. مهم هم پایین خم نمیشه که بره سمت پنجه پا، هم بالای پاش نمیمونه. من از لگن دارم خم میشم. خب حالا اینجا اینکه من چقدر برم پایین، هدف این نیستش من برسونم دمبل رو به کف زمین، هدف اینه که من چقدر میتونم برم پایین و همچنان از عضلات گلوت و همسترینگ پشت رونم استفاده کنم. میرم پایین. خب تا اینجا میتونم با دنبالچه‌ای که هنوز بالاست تمرین انجام بده. قرار نیستش این شکلی باشه دنبالچه‌ات، اینو خیلی مثلا خجالت میکشن با سنشون چیز بشه اینجوری میکنن. آقا این تمرین خجالتی نیست، قرار نیستش که از چیزی خجالت بکشه. اینجا باید دنبالچه رو بدی بالا، برای حیا نکن، اینجا حیا نیست. دنبالچه میره بالا، قسمت کور درگیر. اینو قرار نیست این شکلی بکنی، بنابراین فکر نکن که باید یه قوس بدی به کمر، نه، اون قوس عادی کمر رو ما داریم نگه میداریم چون حالت عادی ستون فرد ما یه قوس داره. با اون من دارم پایین
دمبلام کجاست؟ روی رونه پام، چون یه ریل دارم، رو از روی رونه پام جدا نمیشه، نمیره اینجا، نمیره اینجا، نمیره اینجا، میچسه به رونه پام. دستم درازه، این شکل نیست، درازه، میاد تا اینجا پایین. من تا اینجا میتونم برم پایین بدون اینکه کمرم رو خم بکنم. ببین با من اینو امتحان کن، نشینی اونجا من نگاه کنی، فقط با من داری امتحان میکنی، میخوام تو حسش کنی عضلات قبل از این مثلا بریم تو حرکت. موقعی که من از این برم پایین تر و به زور بخوام ببرم خودم پایین تر، باید کمرم رو گرد کنم. از اینجا یواش یواش شروع گرد شدم مثلا برم پایین تر. اون موقع است که میام به مهتاب میگم من نمیدونم چرا ددلیفت که میرم کمر درد میگم. خب واسه همینه، چون تو اینجا گرده شد زیادی میاد پایین. اینو به بالا، این کمر صاف، بعد به بالا میره پایین تا اینجاست. چون میره تا اینجا، خیلی خب، بیا دنبلا رو بردار بریم با هم دیگه از بالا شروع بکنیم. حالا که تمرین خوب بلدی ببریم، بریم پایین، از لگن از لگن 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 میچرخون میچکنم میرم پایین تا اینجا من میتونم بیام. بیشتر از این دیگه از کمر دارم مایه میزنم. بیا بالا، یک پشت رون و باسن. بیا بالا، دو سه چهار. وزنه ها از جلوی رون جدا نمیشه. پنج، بیا پایین، نفس بیرون، بیا بالا. شش، دوباره بیا بالا. هفت، مادی بالا این شکلی نکنه، برو پایین، بیا بالا. هشت، دوباره بیا بالا. نو، آخرش باریکالله بذار دنبلا زمین. یه نکته دیگه میخوام بهت بگم، چون در مورد ددلیفت مهمه. موقعی که تمرین رو انجام میدی بالا قرار نیست این شکلی بکنی، این کار نکن، تا همینجا که میای کافیه، بعدم صاف میشه. این هایپر اکستنشن روی کمر فشار میاره و اصلا هم به تمرین تو چیزی اضافه نمیکنه، ولی به کمرت فشار وارد میکنه. بنابراین اون کار نکن. خب تمرین ما به سر رسید، کلاغ رو خونش نرسید، میریم با هم دیگه سرد بکنیم. پا رو باز کن، اول میام سمت یک پا، میام پایین و میبینی الان چه حس و حالت بهتره نسبت به موقعی که با هم شروع کردیم. میبریم این بر. میدونم که توی تمرین ها من خیلی دارم توضیح میدم، ولی مهمه، وقت تلف کردنی نیست. بیا این بر پا رو بگیر سمت بالا، به من وقت رو تلف نمی کنم. من دارم بهت یه چیزایی یاد میدم که باعث بشه اولا تو توی تمرین ها به درد نیفتی، دردای به خاطر اشتباه انجام دادن تمرین ها درد نکشی و بعد خدا نکرده دچار مشکل نشی، دچار آسیب نشی. ببریم تو رانرز لانج اینجا نگه دار و بعد به نکاتی رو که میگم بقیهش اینه که تو بتونی عضله رو بهتر استفاده کنی که بتونی سریعتر نتیجه ببینی. بذار زانو رو زمین و اصلا یه چیزی بهت بگم، موقعی که تو بدنت باش اینجوری ارتباط میگیری که میتونی عضلاتش رو اینقدر قشنگ حس بکنی موقع انجام دادن تمرین ها، تو کلن اون موقع رابطه با بدنت متفاوت میشه، راه رفتنت متفاوت میشه، خیلی چیز تو بدنت متفاوت میشه، احترامت به بدنت هم میره بالاتر. خیلی بهت قول میدم. بیا عقب، اینجا پشت این رون، خلاصه یک تیر و صد نشان. سمت عضل ساختم به خصوص توی پایین تنه واقعا دلشینه. بیانیم بالا، متابولیزمونو میبره بالا، ما رو قوی تر میکنه و واقعا ذهنی خیلی قوی تر میتونیم عمل بکنیم، به خصوص توی این روزایی که انقدر بالا پایین داریم، انقدر نیاز داریم روحیه‌مون حفظ بشه. بذار آروم زانوت زمین و قشنگ لگن و سمت زمین حس بکن که لگن داره باز میشه توی این حرکت. توی این روزا که ما انقدر بالا پایین داریم، نیاز داریم که بتونیم قوی تر باشیم، نیاز داریم که بتونیم قوی تر عمل بکنیم. خیلی مهمه برامون اینکه بتونیم ایستادگی بکنیم توی این زمان، توی این دوره واقعا مهمه. بیا عقب، پشت رون،
عالی، اینجا میخوام پا رو جمع بکنی. اول ببین لگن منو اینجا میخوام خودم امتحان کنی. لگن رو به چرخون، حالا جلو رونه این ور من دارم حسش میکنم، دست میبرم بالا واسه اینکه بیشتر حس بکنم. اگه باز بخوام بیشتر خم میشم سمت تو. ببین این ور کشش توی هیپمه. این حرکت عالیه واسه زمانی که ما زیاد میشینیم، این عضله کوتاه میشه، کمر ما گود میفته و داستانی میشه واسه ما، کمر درد میگیریم فلان فلان. چرا؟ چون این عضله از توی هیپ بس میشه به پشت کمر. پا رو عوض کن، یکی پا. ببین 90 درجه زانو رو گذاشتم اینجا. اول لگن من اگه اینجوریه یه دونه میچرخونمش اینجا. ببین این من لگن رو بچرخون، منظورنه بچرخون، نگهش دار. همینجا احتمال داره کلی کشش حس کنی. اگه نمیخوای عمیق‌تر باشه کشش، دست میبری بالا. کمرم ببین من گود نمیدازم، دست میبرم بالا و کشش اونجا. اوه چه حسی میشه. به به به، خیلی بزیبا. نگه داریم یا پای. خب حالا اول از توی پلانک میریم توی پیجن یا حرکت کبوتر. اینجا به به به، گلوت من. این کشش واقعا خوشمزه است. خستگی از تن آدم در میره. بیا پا رو عوض کنیم. اون یکی سمت. امروز تمرینی که انجام دادیم واسه یه پایین تنم و فوق العاده است. این تمرین حتما تکرار بکن. حالا بلند میشیم، یک پا از این ور، یک پا این ور، جمع صاف ولی صاف و صوف. دست هم میذارم به چرخه. نمیتونی برسی اونجا، اینجا اینجا مشکل نداره، قرار نیستش که به زور بریم. من دارم از اینجا بلند میشم، کشش رو از اینجا حس میکنم. با سر من رو زمین بلند نمیشه. رم این ور، عالی. پا رو عوض کن، یکی سمت. من بهت خیلی افتخار میکنم که این زمان رو به خودت اختصاص دادی واسه این تمرین. پا رو جمع کن، دستا میره سمت بالا، نفس بگیر، نفس بیرون. یک بار دیگه نفس بیرون، یک بار دیگه نفس بیرون و باریکلا. آفره. این تمرین ها بهت خیلی کمک میکنه که روز به روز بتونی قوی تر بشی. اگه از این مدل تمرینا دوست داری، ما برنامه های متنوعی توی مجموعه بهترشیب داریم که روزهای همه روزاش فیلم گرفته شده است. میتونی با تمرین ها همینجوری ویدیو رو بزنی، با شروع کنی تمرین ها انجام دادن. تمام نکات رو من توی تمرین ها، حین تمرین ها، تمام مدت تکرار میکنم. اینجوری که موقعی داری تمرین انجام میدی، فقط تمرین انجام ندی، کلی هم یاد میگیری، یه مهارت یاد میگیری، مهارت ورزش مقاومتی رو یاد میگیری و استفاده از عضلاتت رو. در کنارش هم قوی میشی. اگه بخوای حج بدی به عضلاتت میتونی حج بدی. برنامه داریم واسه اون زمینه و خیلی برنامه دیگه، چه واسه داخل خونه، چه واسه باشگاه، همه مدت تمرین ها هستش. خلاصه اگر دوستشون برنامه ها رو، بیا عضو مجموعه بهترشیم شو که اونجا بتونیم با هم دیگه تمرین بیشتر هم داشته باشیم. دو جلسه در هفته هم با هم دیگه مشاوره آنلاین داریم، مشاوره گروهی هم داریم که اونجوری بتونیم تمام شک و شبه ها رو با هم دیگه حل بکنیم و سوالات جواب داده بشیم. خواسته تنها نمیمونی تو مسیر، در کنارت خواهم بود. اگه هم نه نمیخوای عضو بشی، با همین تمرینایی که توی یوتیوب دارم براتون میتونی جلو بیای و مطمئن باش که بدنت قوی و قوی تر میشه. یه ماچم به روی ماهت. مرسی از اینکه زمان گذاشتی و با من ورزش کردی، تمرین کردی. ماچ بهت و تا جلسه بعدی خدافظ.